و خبری متفاوت باز هم در ارتباط با ایران. در حالی که مجادله بر سر علت مرگ ببر نر سیبری در باغ وحش تهران همچنان ادامه دارد، مشاور معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست میگوید علت مرگ این حیوان FIV یا بیماری ایدز حیوانات بوده. او امروز اعلام کرد که یک ببر بنگال و 5 شیر باغ وحش ارم تهران نیز به ایدز مبتلا شدند. بنا به گفته مسئولین سازمان محیط زیست، دو ببر سیبری برای احیای ببر مازندران از روسیه به ایران آورده شده بودند. پیام محبی، دامپزشک و رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران، در گفتگوی با پیام یزدیان ضمن اشاره به طرح احیای نسل ببر مازندران توسط ببر سیبری میگوید بر روی ببر سیبری پیش از مرگ در باغ وحش تهران عمل جراحی صورت گرفته بود. ممکن بود خود ببر مازندران احیا نشه، ولی حداقل یه ببر برای کشور ما احیا میشد. این ما میتونیم بگیم ما هم تو کشورمون ببر داریم. این به ذاته طرح خوبیه و واقعا من به عنوان اینکه یه طرح ملی بود حمایت هم میکنم ازش، خیلی هم خوبه. ولی بحثی که ما اینجا داریم بحث اینه که این طرح ملی رو چجوری اینا دنبال کردن و میتونست یه چیزی که افتخار ملی برای ما باشه، به نظر من الان داره به عنوان یک بیابروی برای ما مطرح میشه که ما نتونستیم یه ببر رو زنده نگه داریم. آقای محبی، مقامات رسمی البته اعلام کردند به دلیل آبریزش بینی ببر نر رو ازش تست ایدز به عمل آوردن و احتمال دادن که شاید به دلیل مصرف گوشت اولاغ علائم بیحالی و آبریزش بینی در ببرها پدیدار شده و به این ترتیب ببر از بین رفته. بیماری ایدز به اون صورت نیست، مثل بیماری فیلاینه، همونطور که اون FIV شبیه ایدز، ولی به خاطر اون داستان نبوده، مصرف گوشت اولاغ آلوده بوده احتمالاً. البته امیدوارم که مشمشه این حیوانات مثبت در نیاد، بلکه اگه مشمشه‌شو مثبت در بیاد واقعا باید یه تحقیقات خیلی پرهزینه ای تو باغ وحش ما دیده بشه. به خاطر همین مثلا الان نمیشه راجع به این قضاوت کرد، ولی از این که ظاهرا اون یکی ببرشون FIV مثبته و چند تا از گربه‌سان‌های دیگه شون هم FIV مثبته تو باغ وحش، که همکاری من که رفته باغ وحش رو تست کرده ایشون اعلام کردن دقیقاً. آقای محبی، گفته میشه که روی ببر نر جراحی صورت گرفته و این اعلام نشده. ببینید، این جزء اون علامت سوالای دیگه که برای خود منم هست که چرا واقعا جراحی روی این کیس شده، در حالی که خودشون توی مصاحبه قبلش گفتن که این حیوان اسهال خونی داشته. ما زمانی که اسهال خونی داشته باشیم مثلا نباید دست به تیغ جراحی ببریم برای یه حالا هر عارضه دیگه ای که داشته. اول باید این تکلیف اسهال خونی رو روشن کنیم. اون داستان این که قبل از جراحی قطعا معدل باشه آزمایش خون میگرفتن و نگرفتن. به نظر من تمام اینا میرسونه که دراج به این پروژه به نظر من بیمدیریتی اتفاق افتاده. چون به ذات دامپزشکی کشور خیلی بالاتر از این حرفاست. ما تو خاورمیانه واقعا حرف اول میزنیم از لازم. و این علائم بیماری که در باغ وحش تهران دیده شده که باعث پلم شده، احتمالاً چه عوارض احتمالی رو میتونه برای بازدید کنندگانش به همراه داشته باشه و یا دامپزشکانی که با ببر آلوده و یا شیرهایی که قبلا گفته شده در این باغ وحش مردن چه تکلیفی خواهد داشت؟ کسانی که در معرض شیر از نزدیک بودن یا اینکه معاینه‌اش می‌کردن، اینا حالا باید یه ذره تحقیقات حساسانه‌تری روشون اعمال بشه، ولی از لحاظ بازدید کننده حالا واقعا نمیتونم، من واقعا نمیدونم، شاید از متخصص عفونی انسانی بپرسیم بهتر بتونه راجع به این نظر بده که در آینده باید چه تحقیقاتی ایجاد بشه. ولی اینی که باقی وحش الان پلمپ تا نتیجه آزمایش بیاد، به نظر من منطقی‌ترین اتفاقیه که افتاده و باید همین راهو بره. فقط امیدوارم که این تجربه بشه برای ما برای کیس‌های بعدیمون که توی کشورمون بتونیم با اصول بهتری رعایت کنیم و حداقل این اتفاقات دیگه نیفته، یعنی بتونیم درس مثبت بگیریم از این اتفاق منفی.